برگرد فرزندم، توی همه کسم، هم نفسم، دلبندم، تاج سرم، دوست دارم. به خاموشی و معصوم بودن چشمهایت قسم میخورم دوست دارم. تو تنها فرزندم هستی، برگرد و دست بکش به صورتم که سخت به نوازش دستان مردانت نیاز دارم. دلم فقط تو را میخواهد. میدونی در راه دور و در جاده های صحب العبور در حرکت هستی، اما این را نمیدونی که سرنوشت نامعلوم تو را به کجا میکشاند و من از غمت در گوشه تاریک و تنها نشستم و برای تو هم قطارانت دعا میفرستم. باز هم دلم آرام نمیگیرد. آرزو دارم که بیایی یک بار دیگر ببینمت. لطفاً توی روشنی چشمانم، چراغ منزلم، آرامش قلبم، فقط یک بار دیگر مادرت. قلب خاکی داشتم، آدم ها آب آلودش کردند، گل شد، بازی کردند، خشک شد، خسته شدند، زدند، شکستند، خاک شد، پارویش گذاشتند، رد شدند. در پس هر قضاوت شما یک نفر می جوشد، یک نفر می سوزد، یک نفر می میرد. قبل از آن که زبانت آلوده کشتن کسی شود، حرفهای خامت را بگذار خوب بپزن. قاضی فقط خداست. پروردگارا، خودت مواظب عزیزانم باش که دیوار حادثه ها بلند است و دستان من کوتاه است، که ابرهای بیماری بسیارن و چتر امنیت من کوچک، که اگر تو نباشی خیالم از بابت این چیز راحت نیست. مراقب باش نه روانشان زار شود نه جسمشان بیمار، که من طاقت اندو بیماری عزیزانم را ندارم. فرزندانم را، خانوادم را، دوستانم را به تو مسپارم. خودت آنها را میان آغوش امن خداییت جا کن. خودت ضامن آرامش و سلامتیشان باش، که آنها با ارزشترین دارایی من در روی زمین هستند و من فقط به تو مسپارم، تو که برترین قدرت جهان هستی. دعای از قلب به تمام شما نازنین ها دارم. یا الله شاد کن دل را گرفته و دلتنگ است. بی نیاز کن کسی را به درگاهت نیازمند است. امیدوار کن کسی را که ناامید به آستانت آمده است. بگیر دستانی که اکنون به سوی تو بلند است. مستجاب کن دعای کسی را که با اشکایش تو را صدا می زند. حامی آن دل باش که تنها شده است. با دستای مهربانت، با تمام عظمت و تواناییت ببار رحمتت را بر بندگانت. آمین ای مهربان ترین. آنگاه که غرور کس را زیر پا میکنی، آنگاه که کاخ آرزوهای کس را ویران میکنی، آنگاه که شمع امید کس را خاموش میکنی، آنگاه حتی گوشت را میبندی تا آواز شکستن غرورش را نشنوی، آنگاه که خدا را میبینی و بنده خدا را نادیده میگیری، میخوام بدانم دستانت را به سوی کدام آسمان دراز میکنی تا برای خوشبختی خودت دعا کنی.